فرماندهی امنیه کندوز از صفر شدن جرمهای جنایی در این ولایت خبر می دهد. مسئولان قماندانی امنیه کندوز در یک کنفرانس مطبوعاتی از صفر شدن جرایم جنایی در این ولایت خبر داده می گویند که در روزهای اخیر ده‌ها تن را به اتهام جرمهای جنایی دستگیر نموده و به بخشهای عدلی و قضایی سپردند. قماندان امنیه کندوز می افزاید که در چند روز اخیر 4 تن از مجرمین متکرر که در کارهای آدمربایی، قاچاق و سرقتهای مسلحانه انجام می دادند بازداشت شدند. په کندوز ولایت کې جنایي پیښې بالکل یعنی صفر ته راټیټې شوې دي. بېلګه او مثال دغه سارقین او دغه غله دي، دا یو مافیا او اختطافګرو ډله وه. د کابل څخه به موټر را غلا کول، را تښتول به، او په شمالي ولایاتو کې بغلان، کندوز، تخار دلته به یې خرڅول. الحمدلله د امنیتي ارګانو او کشپی ارګانو په هڅو او په کوششونو سره دغه اختطافچیان او دغه غله ونیول سول. او تاسې وینئ او د موږ ټولو هیوادوالو ته په کابل کې چې دي یا په هر ولایت کې چې دي، هر چا موټر ورک شوی وي چې هغه کورولاوي سراچه دي دلته، نو خپلو اسنادو سره د راسي کندوز ولایت ته موږ به خپل موټر د اسنادو مطابق هغه خپلو چښتنانو ته وسپارو. در همین حال قاری شرافت عمری مدیر 057 استخبارات قماندانی امنیه کندوز میگوید که افراد بازداشت شده مدت زیاد تحت پیگرد آنان بوده که توانستند یک هفته پیش این باند را که سرقت‌های مسلحانه، آدمربایی و قاچاق می‌کردند را بازداشت نموده و چند تن دیگر نیز در این پیوند تحت تعقیب قرار دارند. 057 ریاست لخوانه مخت راپور و چه تاسو دغه کسان دی د موټرو اختطاف یا غلا دغه کار کوي، دغه تاسو تعقیب کوي، د کابل دي دلته ترغلي دي دا تعقیب کوي او وینسي. نو الحمدلله موږ په خپل عملیاتو کې کامیاب وسلو. موږ سلور کسه هغه کسان ونیول چې د کابل نه موټر را انتقالول دلته، هلته به یې له خلکو نه په زور یا په هغه غلا کول، دلته به یې را وتښتول، بیا دلته په ملکي خلکو باندې یا په نورو خلکو باندې خرڅول. نو په دوی ډېر پراخه داسې هغه لري په ټولو ولایتو کې. نو دلته موږ چې نیولې دي، دوی په اوله ورځ موږ درې کسه ونیول چې په درې کسو سره یو سراچه موټر و چې هغه مور سره ونیو. بعد له هغې چې موږ کله دوی تعقیب کړل، نو دوی نه هغه واخیسته، دوی موږ ته خپله اقرار کړې ده. او بعد له هغې موږ عملیات شروع کړي تقریبا په 10 ورځو کې. په 10 ورځو کې موږ 11 موټر نور نیولي چې یو کس بل مور سره نیولی ده چې 4 کسه کېږي. در همین حال باشندگان ولایت کندوز از بهبود امنیت و کاهش رویدادهای جنایی نسبت به گذشته خوشبین هستند و از نیروهای امنیتی خواهان تدابیر بیشتر امنیتی اند. ما خیلی خوشحال هستیم از نیروهای امنیتی که واقعا کارهای خیلی خوب میکنند و برای مردم در خدمت هستند. خوشحال شدیم دیروز چند تا از افراد دست بگیم یا هم رازن بگیم بازداشت شدن و ما هم کوشش میکنیم که با نیروهای امنیتی خود همکار باشیم تا اینکه بیشتر کارکردهای در ولایت کندوز داشته باشن و جلوی هم تو فسق و فساد را بگیرن. پیش از این باشندگان ولایت کندوز از دزدی و چالش‌های امنیتی نگران بودند، اما در یک ماه گذشته با تدابیر امنیتی و افزایش چک پوینت ها و گزمه ها باشندگان این ولایت امیدوار به فردایی بهتر هستند و از تلاش‌های نیروهای امنیتی استقبال می‌کنند و نیز اعلام همکاری می‌کنند. حسیب حساس، تلویزیون اورانوس، کندوز.